سلام به همه دوستان، با جلسه 14 دیجیتال مارکتینگ واقعی در خدمت شما هستیم. همینطور که از جلسات قبل یادتونه، موضوعی که صحبت می‌کردیم اکتیویشن یا فعالسازی بود. در دو جلسه قبل در مورد فعالسازی بیشتر صحبت کردیم، با ایمیل‌های تراکنشی که می‌فرستیم، با ایمیل‌های فعالسازی که می‌فرستیم و چیزایی مثل این. امروز موضوع بسیار جذاب و جدید هست. میخوام در مورد یک روش خاص فعالسازی یا اکتیویشن صحبت کنم که روز به روز در دنیا رایج‌تر میشه و در سایت‌های ایرانی بسیار کم این موضوع دیده شده و بهش پرداخته شده. پس شما میتونید جز اولین نفرهایی باشید که این ایده ها رو در سایتتون پیاده میکنید و مطمئن باشید که تأثیر بسیار فوق‌العاده‌ای خواهید دید. صحبت امروز من درباره یک علم نسبتاً جدیدی هست به اسم گیمیفیکیشن، یا به زبان فارسی بهترین ترجمه بازی پردازی هست. بازی کاری، بازی پردازی، بازی سازی حتی، و کلمات دیگه‌ای که بعضیاش اشتباست استفاده میشه، ولی درست‌ترین ترجمه شاید همون بازی پردازی باشه. گیمیفیکیشن یک علمیه که نه تنها در دیجیتال مارکتینگ استفاده میشه، بلکه الان در مدیریت کسب و کارها و شرکت، در خود بازاریابی آفلاین و غیر دیجیتال هم استفاده میشه و حتی در صنعت آموزش از گیمیفیکیشن روز به روز بیشتر استفاده میکنن تا شاگردها رو ترغیب کنن بهتر یاد بگیرن. ولی امروز خیلی خاص میخوایم در مورد کاربرد گیمیفیکیشن در دیجیتال مارکتینگ صحبت کنیم. پس اول ببینیم دقیقاً چی هست بازی پردازی. همونطور که در صفحه می‌بینید تعریفش اینه: استفاده از اصول و عناصر بازی برای تشویق انجام کاری جدی. پس همه ما می‌دونیم که به بازی کل انسان‌ها علاقه دارن، در هر سنی که باشن. شاید شب برای یک کار جدی بعد ساعت کاری وقت اختصاص ندن، ولی حاضر باشن اون ساعت رو به بازی اختصاص بدند. و این ایده بسیاری از روانشناس ها و مارکترها رو تشویق کرده که یه مقدار بیشتر از ساختار و اصول بازی ها سر در بیاریم و ببینیم چطور میتونیم همین ایده ها رو در دنیای جدی استفاده کنیم، ولی شخص احساس کنه که وارد یک بازی شده و کارهایی که ما میخواهیم رو با انگیزه خیلی بیشتر و سریعتر انجام بده. پس گیمیفیکیشن یا بازی پردازی اینه که اول تحقیق کنیم ببینیم اصلا بازی ها چه اصولی دارن، چرا افراد رو ترغیب میکنن که درگیرش بشن، و ببینیم چطور از این ایده ها در یک محیط غیر بازی میتونیم استفاده کنیم و تعامل افراد رو با سایت چند برابر کنیم و به موفقیت‌های خیلی بزرگتری برسیم. الان تقریبا تمام برندهای معروف دنیا توی وبسایتشون از این ایده گیمیفیکیشن دارن استفاده میکنن. من یک مثال میزنم و چند تا هم فقط نام میبرم. یکی از معروف‌ترین شرکت‌ها برند نایک هست، یا نایکی، که یک سایتی ساخته با اپلیکیشن به اسم نایکی ران کلاب و یک کلوب دویدن هست و روش کار اینه که احتمالاً اپلیکیشنش رو نصب میکنید یا میرید تو سایتش عضو میشید، که بیشتر با اپلیکیشن این کار انجام میشه، و شما بعد از خرید یک کفش ورزشی نایک میتونید اونجا تگ کنید کفشتون رو، یعنی تو اپلیکیشن بگید مدل کفش من دقیقاً اینه و یک چالشی رو برای خودتون تعریف کنید، مثلا 30 کیلومتر بدوید یا کمتر 15 کیلومتر، یا جدیتر 50 کیلومتر یا 100 کیلومتر یا عددهای دیگه، و وارد این چالش میشید. و وقتی وارد این چالش شدید یک اتفاق جالب میافته. نه تنها خود اپلیکیشن شما رو تشویق میکنه که امروز مثلا هیچ دویدنی انجام ندادید پاشید برید بدوید، بلکه یک سیستمی ساختن که شما میتونید افرادی رو معرفی کنید، دوستان خودتون، فامیل هاتون، هر کسی که این اپلیکیشن رو داره با هم لینک بشید و شما وقتی میدوید از طریق این اپلیکیشن اطلاع رسانی میشه و میتونن دوستان، اقوام، آشنایان و حتی غریبه ها شما رو تشویق کنن. تو اون اپلیکیشن بگن الان در حال دویدن هستید، یکم بیشتر
سریعتر بدوید، مثلا امیدتون رو از دست ندید. یک سیستمی ساخته شده در واقع که هدفش اینه که افراد انگیزه داشته باشن که بدوند، و شرکت نایکی تحقیقات زیادی انجام داده که بزرگترین عامل ورزش نکردن در افراد اینه که انگیزه قوی ندارند و با اولین خستگی یا به اصطلاح بی‌انگیزگی باعث میشه که این کار رو انجام ندن و کنار بذارن. پس با ساختن یک اپلیکیشن و تعریف یک هدف برای خودمون، هم خودمون میبینیم این هدف رو چقدر پیش رفتیم، همچنین دیگران هم میبینن که این هدف چقدر پیش رفته، و یک اجتماع مجازی ساخته شده روی کل دنیا که میتونن همدیگر رو تشویق کنن و کاری کنن که شما به دویدنتون ادامه بدید. و در این بازی هر چی امتیاز بیشتری بگیرید در دویدن، خود اپلیکیشن به شما مشاوره تغذیه میده، مشاوره ورزش کردن میده، و این یه انگیزه ایه که افراد بیشتر درگیر این اپلیکیشن میشن. و نکته خیلی جالبی که وجود داره، خب این اپلیکیشن کدوم قسمتش برای این شرکت پولساز هست؟ نکته جالبش اینه که چون این اپلیکیشن به جی پی اس وصل میشه و تمام به اصطلاح قدم‌ها و دویدن‌های شما رو اندازه میگیره، میتونه تشخیص بده که از کفش شما چقدر استفاده شده، و وقتی به مسافت‌های خاصی میرسید، مثلا 100 کیلومتر، به شما پیشنهاد بده دیگه احتمالاً این کفش برای شما مناسب نیست، میخواید یک کفش جدید از همین بخرید، یا میخواید کفشتون رو یک سطح آپگرید کنید، یک کفش حرفه‌ای تری برای دویدن داشته باشید. و اینو ترغیب کار بسیار راحتیه، چون میگه تبریک میگم، شما یک دونده حرفه‌ای هستید، در این ماه‌ها مثلا 100 کیلومتر دویدید، یا در این ماه خاص 100 کیلومتر دویدید، پس شما لایق یک کفش بهتری هستید. اگه می‌خواید خرید کنید، این کوپن تخفیف، بیایید از سایت یا فروشگاه‌های نایکی اینو خرید کنید. این فقط یک مثال ساده بود از اجرای یک گیمیفیکیشن. در واقع دویدن و ورزش کردن خیلی بازی محسوب نمیشه، ولی این شرکت با این اپلیکیشن باعث شده شما درگیر یک بازی بشید و دوست داشته باشید بیشتر پیش برید، و در نهایت هم از این برای مارکتینگ خودش استفاده میکنه و میتونه کفشای جدید رو به شما بفروشه. حالا خیلی از برندهای دنیا این کار رو انجام میدن، مثلا ستارباکس که کافی شاپ های زنجیره‌ای هست و قهوه میفروشه، باز از همین ایده استفاده کرده. شما هر قهوه‌ای که تو ستارباکس میخورید پوینت ها یا اصطلاحاً امتیاز هایی میگیرید که اسمشو گذاشته ستار، در واقع چون برندش ستارباکس هست به شما ستاره میگیرید، و این ستاره ها به یه حدی که رسید میتونید اینها رو تبدیل کنید به قهوه، میتونید تبدیل کنید به جوایز مختلف، حتی خدمات وی آی پی که شرکت ستارباکس با پول ارائه نمیده، فقط به افرادی ارائه میده که بتونن ستاره های کافی تو این اپلیکیشن یا توی سایت جمع آوری کنند. پس امیدوارم تا اینجا تشویق شده باشید که اگر ما بتونیم در سایت ایرانی خودمون با همین امکانات و چیزهایی که داریم یه سری ایده های گیمیفیکیشن یا بازی پردازی اجرا کنیم، شاید خیلی راحت تر بتونیم از افراد ایمیل بگیریم، شاید خیلی راحت تر افراد رو تشویق کنیم روزی 10 بار به وبسایت ما سر بزنند و زمان حضورشون رو در سایت ما خیلی بیشتر کنند. اولین قدم و شاید مهمترین قدم اینه که ببینیم تعریف بازی چی هست. اول بگم که در انگلیسی ما 2 واژه داریم، یکیش واژه گیم هست که الان در مورد اون میخوایم صحبت کنیم، و یه واژه دیگه هم هست به اسم پلی که در فارسی دوتاش هم بازی ترجمه شده، ولی در انگلیسی با هم خیلی فرق میکنه، گیم با پلی که الان توضیح خواهم داد. اول ببینیم تعریف بازی چی هست. بازی هر چالشی هست، پس اولین کلمه کلیدی چالشه، یک چالشیه با 2 مشخصه، هدف تعیین شده و قوانین مشخص. هدف تعیین شده و قوانین مشخص. من یک مثال بزنم. فرض کنید 2 کودک 7-8 ساله رو که شنا بلدند، حالا رفتیم یک باقی جایی که یک استخری است، بهشون میگیم برید بازی کنید، برید بپرید تو استخ، برای خودتون شنا کنید، بازی کنید.
اگه انگلیسی به موضوع نگاه کنیم، کلمه انگلیسی این کار پلی هست. چرا؟ چون در استخ شنا کردن نه توش چالشی هست، نه هدف تعیین شده ای هست و نه قوانین مشخصی. ولی کافیه وقتی این دوتا نوجوان یا کودک توی استخ هستن بهشون بگیم بیایید یه مسابقه بدیم، دوتاتون بیایید به یه طرف استخ و من وقتی که سوت زدم یا گفتم، در واقع این قسمت میشه تعریف کردن یک قانون، ببینیم چه کسی میتونه زودتر به اون طرف استخ برسه. پس یک هدفی تعیین میکنیم، رسیدن به آن طرف استخ، و یه چالش، در واقع شخص باید درگیر این چالش بشه که فرد میتونه در هر چالشی یا برنده بشه یا بازنده بشه. و همین ایده ساده رو، تعریف بازی رو یه مقدار بیشتر در موردش فکر کنیم، خواهیم دید که بسیاری از عملیات دیجیتال مارکتینگی که انجام میدیم به هیچ وجه نمیتونه گیم یا بازی محسوب بشه، بلکه صرفا یک پلی هست. مثلا فرض کنید ایمیل میفرستیم و به افراد میگیم خب برید مقاله جدیدی که نوشتم رو بخونید. در این مقاله خوندن نه چالشی وجود داره، نه هدفی تعیین شده، نه قوانینی، پس شاید نرخ تبدیل بسیار پایین باشه. و همین امروز خواهید دید که چطور میتونید حتی مقاله خوندن، کامنت نوشتن و هر چیزی رو وارد یک گیمیفیکیشن کنیم و کاری کنیم که افراد با انگیزه زیاد وارد این بازی بشن. و چرا تمام افراد در هر سنی بازی کردن رو دوست دارند؟ نظر شما چیه؟ در کمترین کلمات اگه بخواید تایپ کنید، چرا همه افراد در هر سنی که هستند بازی کردن رو به نظر شما دوست دارند؟ حس خوب، چالش، حس برنده شدن. کاملا درست بود. جواب بسیار دقیقش اینه که همه مردم در هر سطحی، در هر سنی و با هر فرهنگی برنده شدن رو دوست دارند. و وقتی یک بازی وجود داره که توش چالشی نیست و هدفی نیست، در واقع امکان برنده شدنی هم وجود نداره. پس افراد با انگیزه خیلی کمتری این کار رو میکنن. حتما دیدید این مواردی که الان میخوام مثال بزنم. مثلا یک پدری یا مادری به دو تا فرزند کوچیکش میگه اتاقتون رو جمع کنید. حالا فرض کنیم با هم باید مشارکتی جمع کنن، یا دو تا اتاق جداگانه است، هر کدوم اتاقشون رو جمع کنن. خب این به هیچ وجه برای یک کودک انگیزاننده نیست، نه چالشی توش وجود داره، نه برنده شدنی. ولی حتما دیدید بسیاری از والدین به فرزندانشون میگن از الان ببینیم کی میتونه اتاقش رو زودتر جمع کنه و اون فرد برنده است. ما فقط با یک تغییر کوچک در این فرایند، یعنی کل کاری که این فرزندان باید انجام بدن، دقیقاً لذتش و انگیزانندگیش و همه پارامتراش یکسانه، همون تمیز کردن اتاقه. ولی وقتی اینو تبدیل به یک چالش میکنیم و یک هدف تعیین میکنیم که هدف اینه چه کسی میتونه اولین باشه، در واقع این افراد رو وارد یک بازی میکنیم. و هر وقت در هر کار جدی بتونیم افراد رو وارد یک بازی بکنیم، در واقع تونستیم، اصطلاح انگلیسیش اینه که اون فرایند رو گیمیفای کنیم یا تبدیل به یک بازی کردیم یا یه جوری بازی پردازی رو در اون فرایند تونستیم اجرا کنیم. پس این سه تا پارامتر رو فعلا در خاطر داشته باشیم. هر بازی یک چالشه. چالش حالا باز میتونه با شخص خودش باشه، شخص با خودش در چالش باشه، و هم میتونه با دیگران باشه. و یک هدف تعیین شده ای داره. این هدف چه کمکی به ما میکنه؟ کمکی که میکنه اینه که تعریف میشه که برنده شدن معنیش چیه، چطور میتونیم برنده بشیم، و همینطور قوانین مشخص. مثال های خیلی زیادی وجود داره. مثلا شطرنج، اگر شما بلدید، خب وقتی به یک فردی شطرنج رو توضیح میدید و آموزش میدید، به احتمالا اولین سوالی که از شما بپرسه اینه که خب شخص چطور برنده میشه. یعنی کافی نیست که قوانین مشخصش رو بگید که سرباز اینطوری حرکت میکنه، وزیر مثلا آزادتره و اینطوری میتونیم مهره های هم رو بزنیم. اولین سوال منطقی اینه خب چه کسی برنده میشه؟ پس یک هدف تعیین شده ای داره، قوانینی داره، و یک چالشه که مشخص میکنه در این چالش چه کسی میتونه برتر باشه. پس یک بار دیگه تاکید میکنم که از این
علم بازی پردازی نه تنها در مارکتینگ، الان در بسیاری از سازمان‌ها به عنوان یک روش ایجاد انگیزه در کارکنان استفاده میشه و با این روش ها کاری میکنن کارمندهایی که کارهای روزانهشون خیلی روال و خسته کننده هست وارد یک بازی بشن و سعی کنن در اون بازی برنده بشن. اگر مدیر هستید از امروز هر کاری که به کارکنانتون خواستید واگذار کنید کافیه این سه تا پارامتر رو توشون رعایت کنید. چالش تعریف کنید، یعنی افراد رو زیر سوال ببرید اصلا ببینیم چه کسی میتونه انجام بده، چه کسی برنده است. هدف تعیین شده، یعنی دقیقا افراد بدونن چند تا کار یا در چه زمانی با چه مشخصاتی باید کار رو انجام بدن و قوانین مشخص که تحت چه قوانینی باید این بازی رو انجام بدن و نتیجه برسن. اگر این موارد رو انجام بدید خواهید دید که افراد با انگیزه خیلی بیشتری کارهای خسته کننده و تکراری رو به خوبی انجام میدند. پس حالا که با تعریف بازی آشنا شدیم، قدم منطقی بعدی اینه که ببینیم بازی چه اجزایی داره که باعث جذب افراد میشه. الان میخوام اجزای یک بازی رو به شما معرفی کنم و باز تاکید کنم که هر بازی لازم نیست تمام این المنت ها یا اجزا رو داشته باشه. احتمالاً چند تا از اینها رو اگر داشته باشه افراد ترغیب میشن که وارد اون بازی بشن. مسلماً یکی از مهمترین معیارهای یک بازی رقابت هست. اگر در بازی رقابتی وجود نداشته باشه خیلی افراد رو تشویق نمیکنه که واردش بشن. حالا رقابت میتونه در یک سطح پایینتر با خود شخص باشه، یعنی خودش سعی کنه به یک امتیاز بالاتری، به یک مقام بالاتری برسه در اون بازی، و در یک حالت خیلی بهترش اینه که با دیگران وارد رقابت بشه. در بسیاری از بازی‌ها مورد دوم تعامل هست یا اینتراکشن هست. یعنی بازی فرقش با تماشای یک فیلم سینمایی اینه که مثلا اون بازی، حالا بازی کامپیوتری رو فرض کنیم، شما یک کارهایی انجام میدید روی جویستیک یا دسته بازی، از اون طرف هم یک اتفاقاتی میفته در نتیجه کارهای شما روی جویستیک و یه اینتراکشن یا تعامل دو طرفه ایجاد میشه. شما میدونید هر کاری که انجام بدید منتظرید که یک نتیجه، یک عاقبتی ببینید و این باعث میشه که لذت بخشتر کردن فرایند خیلی بیشتر بشه. مورد بعدی که تقریبا هر بازی باید داشته باشه اگر نه خیلی معنی نداره، امتیاز هست. تقریبا تمام بازی های موبایلی و بازی های گیم کامپیوتری حتی اگر هدف مشخصی داره، مثلا هدفتون اینه که شما برید و توی یک قلعه یک جعبه گنج پیدا کنید، خب این نیازی نیست که با امتیاز بیان بشه. هر وقت شما این جعبه گنج رو پیدا کردید برنده اید. ولی حتما برای جذابتر شدن بیشتر و مواردی که چند دقیقه بعد توضیح خواهم داد، سعی میکنند از بازی‌ها، در بازی‌ها از امتیاز استفاده کنند. کم کم اینا رو یاد میگیریم که ببینیم چطور حالا میتونیم این ایده ها رو در سایتمون اجرا کنیم. هر بازی احتمالا قطعاتی داره، مثلا شطرنج مهره های بازی داره، مونوپولی یا ایروپولی اگه بازی کرده باشید خانه ها، هتل ها، تاس و مهره و چیزایی داره که در واقع یک نماد هست که به اون بازی حس واقعی بودن بیشتری میده و لذت بخشترش میکنه. یک اصطلاح دیگه‌ای که شاید کمتر شنیدید و یکی از اجزای ضروری بازی هست، به انگلیسی بهش لیدربورد میگیم. لیدربورد به فارسی میشه صفحه امتیاز. لیدربورد اولین چیزی که به ذهن افراد میاره همون LCD های خیلی بزرگیه که در ورزشگاه های فوتبال نصب میشه و نشون میده که نتیجه بازی الان چند هست. و لیدربورد در واقع امتیاز شما رو در مقایسه با امتیاز دیگران به نمایش میگذاره. توی فوتبال لیدربورد کارش اینه که نشون بده شما چه امتیازی گرفتید و حریف چه امتیازی گرفته. در واقع لیدربورد یک معیار سنجشیه که نشون میده کی امتیاز بیشتری گرفته و در جایگاه بهتری هست. پس میتونیم از این مورد هم استفاده کنیم و خیلی مهمه. مورد بعدی هدف هست. بسیاری از بازی ها
باید حتما یک هدف داشته باشن. یعنی صرفا این که هر کسی امتیاز بیشتری گرفت موفق تره انگیزاننده نیست. باید حتما یک هدف دقیقی هم تعریف کنیم که شخص با این امتیازهایی که میگه در نهایت باید به کجا برسه، چه اتفاقی براش بیفته. و بدون شک هر بازی زمانی معنا پیدا میکنه که قوانینی بر اون بازی حاکم باشه. مثلا در فوتبال قوانینش اینه که شما در 90 دقیقه اگر امتیاز بیشتری گرفتید برنده شدید. قوانین اینه که نمیتونید از دستتون استفاده کنید و ده ها چیز دیگه مثل آفساید و چیزهای دیگه که اگر همه این قوانین رو رعایت کنید اون موقع اگه بتونید به هدف برسید شما برنده میشید. و اغلب بازی ها به صورت عمدی توش یک پارامتری اضافه میشه به اسم شانس. شما خیلی از بازی های موبایل رو انجام داده باشید میبینید یک جعبه های مرموزی هست یا شاید جاهایی ستاره های چیزهایی هست که اگر به اینها برخورد کنید یه دفعه شاید به یک مرحله بعدی برید، شاید سقوط کنید، شاید امتیازهایی بگیرید یا امتیازهایی رو از دست بدید. پس اگه بخوایم خیلی ساختاری به بازی ها نگاه کنیم متوجه میشیم که هر بازی حداقل چند مورد کلیدی از این 8 موردی که گفتم توش لحاظ شده و همین موضوع باعث میشه که افراد رو ترغیب کنه در اون بازی شرکت کنند. و در واقع کار شما از این لحظه گیمیفای کردن یا اجرای بازی پردازی روی فرایندهای سایتتون هست و اگر بتونید این کار رو به خوبی انجام بدید میبینید که زمان حضور در سایت خیلی بیشتر میشه، باونس ریت افراد خیلی کمتر میشه و تقریبا هر پارامتر مهمی در سایت بهبود پیدا میکنه که شاید با روشهای دیگه مارکتینگ این موضوع به این راحتی امکان پذیر نباشه. خب بریم سراغ دو نوع گیمیفیکیشن یا دو نوع بازی پردازی که اولین نوع گیمیفیکیشن اسمش گیمیفیکیشن محتوا هست یا کانتنت گیمیفیکیشن و دومین نوع گیمیفیکیشن استراکچرال یا ساختاری هست که میخوام تعریف این دوتا رو ارائه بدم و ببینیم چطور میتونیم از این موارد در سایت و در دیجیتال مارکتینگمون استفاده کنیم. گیمیفیکیشن محتوا تعریفش اینه که ما بدون اینکه یک بازی تعریف کنیم یا بدون اینکه از المان‌های بازی استفاده کنیم میایم و یک محتوای جدی رو با تغییر در اون تبدیل به یک محتوای گیمیفیکیشن می‌کنیم. پس در واقع بذارید چند تا مثال بزنم که ملموس‌تر بشه. ما یک مقاله داریم و می‌خوایم میزان خوانده شدن این مقاله بیشتر بشه. میزان خوانده شدن مقاله بیشتر بشه، افراد زمان زیادی در این صفحه بمونه. فعلا اگر می‌خوایم گیمیفیکیشن محتوا انجام بدیم از المان‌های استاندارد بازی استفاده نمی‌کنیم. نمی‌آییم بگیم هر کی این مقاله رو خوند و مثلا به 5 تا سوال جواب داد بهش جایزه میدیم، ستاره میدیم، چیزی مثل این. می‌آییم خود محتوا رو طوری تغییر میدیم که از یک محتوای جدی تبدیل بشه به یک محتوای گیمیفای شده و خیلی لذت بخش‌تر. یکی از مثال‌های گیمیفیکیشن که سال‌هاست استفاده میشه توسط نویسندگان کتاب‌ها استفاده از داستانه. بذارید با یک مثال متفاوت شروع کنیم. مثلا ما می‌خواهیم چه چیزی بفروشیم؟ مثلا می‌خواهیم کولر بفروشیم، کولر گازی بفروشیم. به جای اینکه یک مقاله بنویسیم که خیلی جدی و قدم به قدم مشخصات خرید یک کولر خوب رو توضیح میده، بیایم یک داستانی تعریف کنیم در مورد افراد مختلف که چطور کولر خریدن و چطور تونستن کولر مناسبشون رو انتخاب کنند. مثلا اگر داستان مشتریاتون رو بتونید خیلی جذاب ترش کنید و در قالب یک مقاله در سایتتون منتشر کنید، درسته که این داستان یا این مقاله به هیچ وجه گیمیفیکیشن خیلی جدی نیست، ولی محتوا اومده گیمیفای شده و افراد انگیزه بیشتری دارن که داستان بخونند. یا میتونیم چالشی تعریف کنیم که الان مثال میزنم، یا کنجکاوی افراد رو ترغیب کنیم.
یه جوری معما مطرح کنیم و مواردی مثل این. شما باز فرض کنید که کولر گازی میفروشید، یک ایمیل میفرستید و توش یک معما مطرح میکنید، میگید من یک مطلب جدیدی نوشتم و یک معما هست، شما بیایید این معما رو جوابهاشو بنویسید، من این جوابها رو به انتهای مقالم اضافه میکنم و مثلا به بهترین چند تا مورد یک جایزه میدیم. موضوع اون محتواتون و معماتون در مورد یک موضوع خیلی جدی مثل خرید کولرگازیه، هیچ چیز بازی یا خیلی کنجکاو کننده و شیرینی نیست، ولی افراد ترغیب میشن که این کار رو انجام بدن، چون شما محتوای جدی رو تبدیل کردید به چیزی که برای افراد جذاب تره. یا میتونیم چالش تعریف کنیم. چالش هم میتونم مثال هایی بزنم. مثلا فرض کنید ما یک مقاله می نویسیم و میگیم ایمیل میفرستیم، با دقت گوش کنید، یک ایمیل میفرستیم و به افراد میگیم این مقاله رو بخونید و داخل این مقاله یکی از کلماتش کوپن تخفیف 10% ماست. شما با هوش خودتون و خوندن اون مقاله و سرنخ‌هایی که توش هست سعی کنید که این کوپن تخفیف 10% رو پیدا کنید کدوم کلمه است، و اگر موفق شدید تا 48 ساعت میتونید برید و از اون کوپن تخفیف استفاده کنید. آیا دوستان شما همین دیدو دارید که این نوع کارها خیلی خیلی جذابتر است؟ کارهای کلیشه‌ای دیجیتال مارکتینگه که فقط یک کوپن بفرستیم و بگیم استفاده کنید. در واقع افراد رو وارد یک گیمیفیکیشن محتوایی میکنیم که ارزش کار خیلی بیشتر میکنیم. پس یکی از روش‌های رایج همینه که یک کوپن تخفیفی، حالا در یک مطلب یا مقاله و حتی به صورت پخش شده در سایت، مثلا میگیم در سایتمون ما 10 تا کوپن تخفیف 10 جای سایتمون پنهان کردیم، شما بیایید اینها رو پیدا کنید، اولین کسی که پیدا کرد هر کوپنی ها میتونه خودش بره استفاده کنه و نتیجهش رو بگیره. و یک روش دیگه که باز نزدیک بین همه این ایده ها تقریبا تو یک حوزه هستن، استفاده از عامل کنجکاوی هست. عامل کنجکاوی، مثلا باز اگه در مورد کولرگازی مثال بزنم، ما یک ایمیل میفرستیم میگیم آیا میدونید چرا مثلا کولرگازی، مثال میزنم، من این چیزایی که میگم حالا هیچ ایده پشتش نیست، مثلا آیا میدونید چرا کولرگازی در تابستان بیشتر دورش مرطوب میشه و آب میچکه، و افراد رو وارد سایت میکنیم و اونجا میتونیم با یک مطلب جذابی موضوع ادامه بدیم، داستان مثلا کاراگاهی که این مشکل رو به اصطلاح دید، باهاش برخورد کرد و سعی کرد این مشکل رو حل کنه. و یک مثال بسیار بسیار عالی گیمیفیکیشن محتوایی که من چند سال پیش دیدم این بود که توی یک سایتی، با دقت گوش کنید این مثال خیلی جالب و جذابه، توی یک سایتی که کفپوش میفروختن، کفپوش زمین، حالا مثل لامینیت و چیزایی که نصب میشه و شیکتر میکنه، کفپوشای اداری، یک داستانی در سایت نوشته شده بود، داستان دو تا آبدارچی و دو تا تمیزکاری مثلا به اسم فرد و جک، که یکیشون همیشه خوشحال و شاد بود و یکیش همیشه ناراحت و غمگین بود، و از بازدید کنندگان سایت میخواست که اگر میخواید این داستان رو در 30 روز دنبال کنید ایمیلتون رو بدید و هر روز یک قسمت از این داستان جذاب رو بشنوید، و وقتی عضو میشدید 30 تا ایمیل متوالی در 30 روز برای شما ارسال میشد، برای هر کدوم از داستانها یک کارتون یا یک نقاشی بسیار حرفه‌ای و مرتبطی طراحی شده بود که قسمت بزرگ متن ایمیل همون نقاشیه بود، و هر بار چند سطر توضیح بود درباره این داستان که چی شد بالاخره. یه روز مثلا این که آبدارچی که همیشه خسته میشد و تمیز نمیشد، کف رفت پیش اون یکی پنهان شد ببینه چطور اون کار رو انجام میده، بعد لو رفت، بعد با هم دعواشون شد، بعد این دوتا خانواده با هم آشنا شدن. شما رو درگیر یک داستانی میکنن که روز به روز پیش میره، ولی به صورت خیلی مستتر میتونیم بگیم که اسم برند این کفپوش توی این نقاشی ها هست یه گوشه ای، و کم کم در پایان داستان به این نتیجه میرسه که این آبدارچی که موفق تر بود از یک
کف پوش با برند بهتری استفاده میکرد و بعد کوپن تخفیف و مراحل بعدی. پس اجرای گیمفیکیشن محتوایی مسلماً از کارهای ساده دیجیتال مارکتینگ خیلی سخت‌تر و زمان‌برتر هست. یک ایده جالبی که من دیدم، سایت‌های زیادی هستند که کاراکتر کارتونی آماده می‌فروشن. همین آقای کاراگاهی که مثلا تو این تصویر می‌بینید، از این آقای کاراگاه مثلا 100 تا حالت مختلفش رو به صورت وکتوری می‌فروشن که شما اینها رو یه پکی در حد 40-50 دلار می‌خرید و میتونید با این کاراکترها داستان تعریف کنید و سریال هایی درست کنید که در هر قسمت اتفاقی میفته و کاراکتر این فردم متناسب با اون اتفاق میتونه غمگین، شاد، حیرت زده و چیزای دیگه ای باشه. پس این مثال هایی که زدم مثال هایی بود که بیایم بدون افزودن پارامترهای بازی سعی کنیم فقط محتوا رو کاری کنیم که داستانی باشه. یک مثال دیگه که میتونم بزنم باز تقریبا تو حوزه گیمیفیکیشن محتواست اینه که ما یک مقاله می نویسیم، یک بخشی از اون مقاله پنهانه و دیده نمیشه. حالا جلسات قبل صحبت کردیم که میتونیم از افراد ایمیل بگیریم اون قسمت رو ببینن. تو این قسمت نمیاییم ایمیل بگیریم، یک سوالی از قسمت قبلی مقاله میپرسیم، اگر کلمه درست رو تایپ کنن و تایید رو بزنن میتونن محتوای اون قسمت خاص مقاله رو ببینن. پس خیلی دستمون بازه که با ایده های مختلف بیایم به اصطلاح گیمیفیکیشن رو در محتوای خودمون دخیل کنیم و از اون استفاده کنیم. استفاده از گیمیفیکیشن محتوای خیلی کمتر هست و اینقدر رایج نیست در دنیا چون وقت و انرژی خیلی بیشتری میبره. من توصیه‌ام اینه اگه حوزه فعالیتتون آموزش هست، از این مورد خیلی راحت‌تر و بهتر میتونید استفاده کنید. اگر حوزه فروش و محصولاتتون خارج از آموزشه، کار یه مقدار سخت‌تره. شاید بهتر باشه انرژی بیشتری روی نوع دوم گیمیفیکیشن بگذارید که نوع دوم گیمیفیکیشن یا بازی پردازی ساختاری هست. در بازی پردازی ساختاری ما محتوا رو تغییر نمیدیم. محتوا دقیقاً همون چیزیه که بود، مثلا مقالات سایت ما، ویدیوهای رایگانی که داریم، صفحه های محصول، بلکه فعالیت‌های مربوط به محتوا و سایتمون رو تبدیل به یک بازی می‌کنیم. پس در گیمیفیکیشن ساختاری بدون ایجاد تغییرات در مطالب، مقالات و محتواهای سایت فقط میایم المان‌های بازی اضافه میکنیم به این محتواهامون. بذارید چند تا مثال بزنم که موضوع واضح تر بشه. اولین مثال خوب شاید تماشای ویدیو باشه. حالا شاید بپرسید چه پلاگینی هست و چه روشهایی، اینو در ادامه در آخر توضیح خواهم داد. ولی یکی از جذابترین و راحتترین راه ها اینه که توی سایتمون یک پارامتری تعریف کنیم به اسم امتیاز شما و اگر شخص یک ویدیویی رو مثلا تا آخر تماشا کرد، یک امتیازی بگیره از شما و این امتیازا جمع بشه و در نهایت خواهم گفت که چطور میتونیم از این امتیازا استفاده کنیم. یا هر وقت یک کاربری در سایتتون یک کامنتی نوشت زیر مقالات، یه امتیاز خاصی داشته باشه. اگر زیر محصولات کامنتی نوشت، یک امتیاز متفاوتی داشته باشه. یا خرید محصول ایدهش اینه که اگر کسی مثلا هر محصولی خرید 10 امتیاز اضافه بشه، اگر از محصولات دسته خاصی از سایت ما خرید امتیاز بیشتری بهش تعلق بگیره و اگر یک محصول خیلی خاص ما رو خرید مثلا میتونه باز امتیازش متفاوت باشه. یا به اشتراک گذاری مطالب، دعوت از دوستان که بیان تو سایت ما و تمام این موارد رو میشه به صورت المان‌های گیمیفیکیشن ازشون استفاده کنیم و کاری کنیم که افراد در سایت ما خیلی خیلی فعال‌تر بشن و لذت بیشتری از بودن در سایت ما بکنن. اگر یک بار دیگه تعریف بازی رو مرور کنیم، چالشی بود با هدفی تعیین شده و قوانین مشخص. ما وقتی از افراد میخواییم یه ویدیو تو سایت ما نگاه کنن، مسلماً هیچ چالشی پشتش نیست، هدف و قوانینی هم نداره.
ولی میایم یک چالش تعریف کنیم، میگیم این ویدیوهای 10 دقیقه‌ای ما رو از اول تا آخر نگاه کنید. قوانینش هم اینه که هیچ جایی رو نباید رد کنید یا بگذرونید، کامل باید نگاه کنید. هدفم اینه که برسید به ته ویدیو. اگر این اتفاق افتاد یک مزایایی دریافت خواهید کرد. مسلما این سوال پیش میاد، خب چطور این موارد رو پیاده سازی کنیم که فعلا نگران این موضوع نباشیم، اصول رو درک کنیم، و در ادامه خواهم گفت چطور میتونیم این اصول رو پیاده سازی کنیم. یک نکته بسیار جالب در مورد همین سایت و پلتفرم کلیک میتینگ که همین الان شما در این سایت هستید و به این وبینار دارید گوش میدید، یک آپدیتی کرده کلیک میتینگ و یک گیمیفیکیشن خودش اضافه کرده برای شرکت کنندگان وبینارها که من هنوز فعالش نکردم و استفاده نکردم. گیمیفیکیشن اینطوریه که کلیک میتینگ اومده آمار گرفته اغلب افرادی که وبیناری رو شروع به تماشا میکنند چند دقیقه بعد دیگه منصرف میشن و از وبینار خارج میشن. حالا شما خودتون رو نگاه نکنید که انگیزه خیلی بالایی دارید، اغلب اول وبینار هر تعدادی هستید تا آخر همون حفظ میشه، ولی خیلی از وبینارها اینطوریه که افراد به راحتی خارج میشن و هیچ چالشی نیست چرا باید دقیق تا آخر رو پیگیری کنن، میتونن بعدن مثلا ویدیوشو ببینن. کلیک میتینگ اومده اینطور این مشکل رو حل کرده، یک گیمیفیکیشن تعریف کرده که برگزار کننده ی وبینار میتونه یک سرتیفیکیت، یک به اصطلاح گواهینامه‌ای در موقع تعریف وبینار درست کنه و یک طرف مهر شرکت کلیک میتینگ هست و یک طرف مهر و امضا و اسم مدرس اون وبینار هست، و وقتی از اول تا آخر رو کسی در این وبینار شرکت کرد، به محض تموم شدن وبینار میتونه بره و اون سرتیفیکیت حضور در اون وبینار رو دانلود کنه. پس ما کم کم میبینیم که خیلی از فعالیت‌ها، فرایندها در مارکتینگ یا در هر چیز دیگه‌ای اگر به خوبی پیش نمیره، کافیه بیایم تعریف بازی رو روش اعمال کنیم، یعنی یک چالش تعریف کنیم، هدفی داشته باشه و یک سری قوانینی. اگر همین کار ساده رو بتونیم در دیجیتال مارکتینگمون هم انجام بدیم، میتونیم به موفقیت‌های خیلی بزرگتری در فعالسازی بازدید کنندگان داشته باشیم. فعلا صحبت امروز من کلش در مورد فعالسازی هست. حالا بعداً در فروش محصولات هم میتونیم همین ایده های بازی پردازی رو استفاده کنیم. دوستان این 4 تا مثال من زدم، میتونید مثال دیگه ای بزنید که برای چه فعالیت هایی در سایت میتونیم امتیاز یا پاداش در نظر بگیریم؟ خب ببینیم دوستان، عضویت، بله، اگر کسی عضو سایت میشه به محض عضویت مثلا میتونه 100 تا سکه دریافت کنه. دیگه چه چیزی؟ ارسال پست مهمان، بله، شیر کردن محصول در صفحات اجتماعی، اشتراک گذاری، بله، و خیلی ایده های دیگه. در واقع تمام کارهایی که به عنوان دیجیتال مارکتر دوست داریم بازدید کنندگان ما انجام بدن رو وارد یک بازی، وارد یک سیستم امتیازدهی میکنیم که افراد نه برای کسب درآمد، نه برای خرید از ما، بلکه برای اینکه خودشون برنده بشن، موفق بشن و ثابت کنن میتونن کاری انجام بدن، بیان و این کارهای دلخواه ما رو انجام بدن. یکی از دوستان دیگه گفت ثبت نظر و تجربه از محصول خریداری شده. خیلی خوبه، یعنی شرط تعریف کنیم اگر این محصول رو شخص خریده و اومد در مورد همون محصول نظری داد، یک امتیاز خوبی دریافت کنه. خب با این توضیحات بریم سراغ یک موضوع خیلی مهم. ما در ادامه میخواییم در مورد گیمیفیکیشن ساختاری صحبت کنیم، یعنی چطور کارها و فعالیت‌های جدی رو توی سایت براشون جوایز، مزایا و امتیازهایی در نظر بگیریم که افراد تشویق بشن این کارها رو انجام بدن. پس بپردازیم به 3 عنصر اصلی که تقریبا تمام پروژه های بازی پردازی در سایت این 3 عنصر رو توش دارن و ازش استفاده میکنن. این حداقل چیزیه که باید استفاده کنید. اولین عنصر امتیاز هست، به انگلیسی پوینت میگیم. پوینت یا امتیاز کاملا مشخصه چیه. به ازای هر فعالیت دلخواه ما یک تعداد مشخصی امتیاز دریافت میکنن که این امتیازا که زیاد شد
بعدش میتونیم فکر کنیم که فرد چطوری میتونه از این امتیازات در جایی استفاده کنه که به اینم میرسن. دومین عنصر در واقع اجرای گیمیفیکیشن در سایت لیدربورد یا صفحه امتیازات هست. لیدربورد در حتی بازی هایی که یک نفره هست، مثل دودل جامپ، مثل هر بازی که رو گوشیتون انجام میدید، خب شما یه رکورد خیلی بالایی میزنید. خیلی نمیتونید به این موضوع افتخار کنید. زمانی این افتخار کردن و این حس لذت خیلی بیشتر میشه که بتونید ببینید در رده بندی مثلا ایران و امروز شما سومین امتیاز بالا رو دارید، یعنی دو نفر فقط از شما امتیاز بالاتری دارن. پس صفحه امتیازات یا لیدربورد یک بخش مهمیه که میتونه به سایت اضافه بشه و امتیازها رو نسبت به هم دیگر مقایسه کنه و در واقع نشون بده چه کسی امتیاز بالاتری داره و موفق تره. و سومین عامل یا عنصر در همه این پروژه های بازی پردازی استفاده از نشانها یا مدالها هست که به انگلیسی بج میگیم. پس سه تا پارامتر، یکیش پوینت یا امتیازه، یکیش اگه اول آخری رو بگم بج یا نشان یا مداله، و یکیش لیدربورد. به این مدلی که اغلب گیمیفیکیشن ها با این مدل اجرا میشه میگیم مدل PBL. PBL مخفف همین سه تا کلمه است. P مخفف پوینت، بج دومی بجه یا بی، L هم مخفف لیدربورد. و کم کم خواهیم دید که الان در سایت وردپرسی به سادگی میتونید اینو اجرا کنید و این سیستمی که توضیح میدم رو شاید در چند ساعت پیاده سازی کنید. پس یه مقدار به تعریف بیشتر و دقیق‌تر هر کدوم از این سه تا مورد بپردازم. اول بپردازیم به امتیازها. امتیازها معیار پیشرفت شخصه، یعنی شخص در اولین قدم احساس میکنه یک پیشرفت ایجاد شده توش و میتونه یک امتیازی دریافت کنه. مثلا خیلی از سایت هایی که از گیمیفیکیشن استفاده می کنند، به محض عضو شدن در اون سایت فرض کنید به شما 100 پوینت میدن، 100 سکه میدن، 100 تا هر چیزی که فکر کنید میدن و همونجا اعلام میکنن اگر بتونید امتیازاتون رو به 1000 برسونید مثلا یک جایزه میگیرید، یک امکان خاص‌تری برای شما در نظر گرفته خواهد شد. و یک کار خلاقانه که خیلی از سایت‌های معروف دنیا انجام دادن، واحد امتیاز تعریف کردن. یعنی نمیگن شما 100 پوینت گرفتید. مثلا شرکت استارباکس چون تو اسم برندش کلمه استار هست میگه 100 استار گرفتید یا ستاره گرفتید. بعضی از سایت‌ها میگن 100 تا سکه گرفتید. پس یکی از کارهای خلاقانه در گیمیفیکیشن اینه که برای واحد امتیازتون یک تعریف خاصی، یک اسم خاصی بذارید که مخصوص خودتون باشه. مثلا فرض کنیم که شما تندخوانی آموزش میدید، میتونه واحد امتیازتون یک هوش باشه، عکسای مغز کوچیک هم باشه، شما 300 تا هوش گرفتید یا 300 تا برین گرفتید که مغز، یا هر چیزی مثل این. مثلا شما یک فروشگاه دارید، اسمش چه مثالی بزنیم، مثلا بردسازان خزره، مثلا میتونه واحد امتیازتون خزر باشه، بگید 18 خزر گرفتید، الان اگه برسونید به 100 تا مثلا میتونید باهاش این کار انجام بدید. این یکی از کارهای خلاقانه ایه که شرکت‌های خوب حتما برای خودشون تعریف کنن. نمیگن فقط صرفا 100 امتیاز، یک هویت بصری میدن که مرتبط با اون برندیه که ساختن و حس خیلی بهتری ایجاد میکنه. نکته بعدی اینه که امتیاز یک معیار قابل سنجش با عدده، یعنی همه موفقیت ها با عدد قابل سنجش نیست، ولی در امتیاز ها و پوینت ها حتما از عدد استفاده میکنیم که شخص ببینه چه امتیازی گرفته و از اون چطور میتونه استفاده کنه. حالا نکته بعدی اینه که شخصی که امتیاز زیادی جمع کرد چه کاری میتونه با این امتیازها انجام بده؟ این یکی از سخت‌ترین سوالات گیمیفیکیشن سایتتونه که باید به اندازه کافی در موردش فکر کرده باشید. خیلی اگه ساده به موضوع نگاه کنیم، همه مردم شاید فکر کنیم امتیاز جمع میکنن تا
امتیاز رو تبدیل به پول کنند. امتیاز جمع میکنن تا اون امتیاز رو تبدیل به پول کنن و بیان از سایت شما خریدهایی انجام بدن. ولی در اغلب موارد پول انگیزاننده خیلی خوبی نیست و چند تا مشکل برای سایت و حسابداریتون پیش میاد. این مدیریت امتیازهایی که تبدیل به پول میشه و خرید میشه کار بسیار سختیه. اگر حسابداریتون آنلاین و CRM نیست و اوتوماتیک نیست، خیلی به سختی حسابداریتون بتونه تک تک وارد کنه این 500 هزار تومان محصولی که خریده شده 80 هزار تومانش پوینت بود یا کلش پوینت بود یا واقعا پول بود یا چه ترکیبی از اینا بود. موارد دیگه ای هست که میتونه جوایز خیلی بهتری برای امتیاز گرفتن باشه که من دو سه تاشو اینجا فقط مثال میزنم. یکی از جوایز جمع کردن امتیاز میتونه آنلاک کردن یا باز کردن قسمت‌های خاصی از سایتتون باشه. آنلاک کردن یا باز کردن قسمت‌های خاصی از سایتتون، این یک روش بسیار جالبه. حالا شما تو هر حوزه‌ای که هستید، نه تنها آموزش، میتونید از این امکان استفاده کنید. مثلا فرض کنید من کولر گازی میفروشم، 10 تا مقاله خیلی خاص در مورد کولر گازی نوشتم، ترفندهایی که خودتون میتونید مثلا با دقت کامل نصب کنید یا مشکلاتی رو حل کنید، و این مقالات رو نه میفروشم نه با پول عوضش میکنم و نه در اختیار بازدید کننده های معمولی قرار میدم. میگم اگر شما 100 امتیاز گرفتید، میتونید با این 100 امتیاز بیاید این مقالات تخصصی کولر گازی رو آنلاک کنید یا باز کنید و ببینید توش محتواش چی است. چون باز توی بازی ها این عامل معما و اسرارآمیز بودن و این چیزا خیلی جذابه، معمولا انگیزاننده خیلی خوبی هست. و پاداش ها، پس یکیش میتونه پول باشه که ساده ترین حده، میتونه باز شدن محتوایی باشه که اگر اون امتیاز رو نداشته باشیم باز نمیشه، میتونه خدمات اختصاصی به دارندگان امتیاز خاص. مثلا فرض کنید ما کولر گازی میفروشیم، اگر شما 1000 امتیاز جمع کردید در سال دو بار رایگان میایم چک میکنیم، سرویس میکنیم، تعمیر میکنیم یا هر چیزی. این هم میتونه خدمات خاص باشه. و یکی از بهترین پاداش ها برای امتیاز ها پاداش های غیر نقدی و ناملموسه، یعنی نمیشه قیمتی براش تعریف کرد. ولی خیلی از برندهای معروف دنیا، حالا اسم نمیبرم چون مطمئن نیستم، ولی برندهایی هستند که مثلا اگر شما 10,000 امتیاز بگیرید که کار بسیار سختیه، مثلا باید حداقل 300 روز تو سایت بوده باشید، روزی این امتیاز جمع شده باشه، خرید کرده باشید و چیزهای دیگه، به شما جوایز خیلی خاصی میدن. مثلا صرف شام با یک هنرپیشه معروف، یعنی اون برند هماهنگ میکنه، یک پروژه گیمیفیکیشن خیلی بزرگ و اساسی ران میکنه، بازدیدهای سایتش چند برابر میشه، زمان حضور در سایت خیلی بیشتر میشه، فروش ها بیشتر میشه و در نهایت کسی که بیشترین امتیاز رو گرفت یا به معیاری رسید، جایزه‌ای که میگه صرفاً اینه که یک هنرپیشه معروف رو دعوت میکنن در یک رستوران خوب، این فرد رو هم دعوت میکنن و میتونه با این فرد عکس بگیره، میتونه شام بخوره و یک تجربه خاصی رو داشته باشه. پس همه جوایز امتیازها هم لزوماً ملموس و پولی لازم نیست باشه. دوستان خودتون ایده ای دارید که کسی امتیازی تو سایتتون جمع کرد میتونید تبدیل به چه چیزی بکنید؟ از ایده های دوستانم استفاده کنید. امروز موضوع یه مقدار شاید سنگین باشه، در یک جلسه این مفاهیم ها که توضیح میدیم بهتره وسط ها شما مطالبی رو بگید که یه مقدار فرصت فکر شدن باشه. میتونه امتیازها تبدیل بشه به کوپن تخفیف، کاملا درسته. البته کوپن تخفیف در واقع تبدیل به پول شدنه، یه بخشی از پول رو نمیگیرید چون، یا عضویت خاصی در سایت، گفتن عضویت الماسی، یا عضویت خاصی در سایت. بله، بهترین چیز برای کاربران بلیت کنسرت و استخر و برنامه های جذاب عالیه. بله، یکی از خدماتی که الان پولی هست و رایگان بدیم، مرسی، مشاوره تلفنی یا حضوری، کارت هدیه خرید از سایت های دیگه. پس خودتون ایده های زیادی دارید که اگر این امتیاز ها جمع شد میتونیم تبدیل کنیم به یک عامل دیگری که برای مخاطب جذاب هست. و من الان در ادامه
یک نکته خواهم گفت که حتی سایت هایی وجود دارند که امتیاز رو تبدیل به هیچ چیز دیگری نمی کنند، یعنی به ازای امتیاز بالای شما هیچی به شما نمیدن، ولی باز شما با انگیزه بسیار بالا و تلاش سعی میکنید امتیازهای بیشتری بگیرید. چطور چه این اتفاقی میافته؟ که هیچ جایزه ای پاداشی به شما ندن، ولی شما همیشه در حال تلاش برای کسب امتیاز بیشتر باشید. این مفهوم رو با دومین عنصر گیمیفیکیشن که لیدربورد یا صفحه امتیاز هست رو توضیح میدم. خیلی از افراد حاضرند پول زیادی حتی خرج کنن، وقت و انرژی زیادی در سایت شما بگذرونن که امتیازشون در فهرست برترین امتیازها قرار بگیره، حتی اگر به ازای این هیچ چیزی دریافت نکنند. کتاب مصری یا کانتیجاس جونابرگر که یه ایده میگه ما چطور میتونیم محصولات و خدماتمون رو به صورت ویروسی منتشر کنیم، در مورد یک اصطلاحی صحبت میکنه به اسم سوشال کارنسی یا واحد پول اجتماعی. در واقع میتونیم کلمه ساده ترش رو بگیم اعتبار اجتماعی. خیلی از افراد و مردم حاضرن ساعتها در سایت شما باشن، تلاش کنن، معماهایی رو جواب بدن، کارهایی رو بکنن، فقط به این دلیل که اعتبار اجتماعی کسب کنن. و یکی از ساده ترین روش های گیمیفیکیشن که توش میتونیم اعتبار اجتماعی افراد رو نشون بدیم و هیچ جایزه دیگه هم لزومن ندیم بهشون، استفاده از لیدربورد ها هست. حتما تو بعضی از سایت ها دیدید که مثلا فهرست 20 خریداری که بیشترین خرید رو از اون سایت انجام دادن رو می نویسند. همین خودش یک انگیزاننده بسیار بالاییه برای خیلی ها که اسم خودشون رو در اون سایت و عکس خودشون رو ببینن و به دیگران هم نمایش بدن. لیدربورد در واقع اون المان رقابت و تعامل رو به بازی سایت ما اضافه میکنه، چون شخص برای خودش مثلا 1000 سکه جمع کرده، 1000 تا امتیاز جمع کرده، شاید ترجیح بده اینو تبدیل نکنه به یک محصول، به یک کوپن تخفیف. میخواد این امتیازها رو به دیگران نمایش بده و افتخار کنه که من از همه شما زرنگتر، باهوشتر و در سطح بالاتری هستم. پس فهرست برترین امتیازها که در واقع هم تعریف لیدربورد هست، خودش یک انگیزاننده میشه که افراد زیادی وارد بازی‌های سایت شما بشن و تلاش کنن بالاترین امتیازها رو کسب کنن. تنها نکتهش اینه که همه باید بتونن این لیدربورد رو ببینن که این رقابت ایجاد بشه که قدم‌های بالاتری رو در اون لیدربورد بتونن جایگاه‌های بالاتری رو کسب کنن. ولی یک نکته فنی هم وجود داره که سال‌ها پیش باعث شده بسیاری از صفحه‌های امتیاز با شکست مواجه بشه. شما وارد یک سایت پیشبینی فوتبال میشید یا اپلیکیشن که یکی از دوستان خوب من اینو ساختن و حالا به زودی قراره یک دوره مفصل گیمیفیکیشن در چند جلسه با ایشون برگزار کنیم که در سایت اعلام خواهد شد. ایشون توی اپلیکیشن فوتبالشون اومدن لیدربورد درست کردن. اولین مشکلی که ایجاد شد چیه؟ شخص میاد تازه عضو این اپلیکیشن میشه و یک پیشبینی درست انجام میده، 100 سکه میگیره مثلا، ولی میبینه تو اون لیدربورد 10 نفر اول بدترینشون مثلا 96,000 تا امتیاز داره. پس میبینه به این راحتی نمیتونه به این امتیاز برسه، باید شاید 6 ماه مرتب پیشبینی کنه و ناامید میشه و دیگه ادامه نمیده که پیشبینی کنه یا تو اون اپلیکیشن بمونه. به نظر شما بهترین راه حل کردن این مشکل چی هست؟ بهترین و ساده ترین راهکار همین مورد سومیه که الان میبینید. در واقع افراد رو در گروه های متفاوتی طبقه بندی کنیم. مثلا اگر تو سایتمون 3 تا لیدربورد داشته باشیم، اولین لیدربورد یا صفحه امتیاز مربوط به مبتدی ها هست. شما میبینید نفر اول مبتدی ها 1500 امتیاز داره و شما 100 تا گرفتید. پس خیلی امیدوارید که میشه این فرد رو شکست داد و تو این لیدربورد ما به یک جایگاهی برسیم. بعد از یک مدت با یک پارامترهای مشخصی
در واقع بعضی از افراد رو میبریم در یک لول یا در یک سطح دیگر، مثلا میرن تو لیدربورد متوسط ها و در نهایت مثلا میرن توی لیدربورد برترین ها و افراد قوی، و رقابت طوری میشه که برای افراد تازه وارد هم ناامید کننده نیست. پس این هم یک ایده که میتونیم از چندین لیدربورد یا صفحه امتیاز در سایتمون استفاده کنیم و کسی که تازه وارده یا ناشیه ناامید نشه که من هیچ وقت نمیتونم به این سطح بالایی که بقیه رسیدن برسم. رقابت در هم سطح‌های خودشون انجام میشه. یه بار دیگه بگم، پس در مورد سه تا عنصر اصلی در گیمفیکیشن سایت صحبت میکنیم. یکیش امتیاز بود، باید یک سیستم امتیاز و امتیاز بندی وجود داشته باشه، اگر نباشه انگیزه ای نیست، هدفی نیست اصلا که افراد ادامه بدن. یک صفحه امتیازاتی باید باشه که افراد بتونن افتخار کنن که من موفقم در این سایت و به دیگران هم نمایش بدن. و یک مورد سوم هست به اسم بج، نشان یا مدال. بج ها میتونه در یک سایت چندین رده و چند نوع باشه. در واقع این ایدهش بیشتر از موارد نظامی اومده. وقتی یک فرد نظامی یک عملیات خاصی رو با موفقیت انجام میده، یک نشان خاص یا یک بج خاصی میگیره که مربوط به موفقیت در اون عملیاته. حالا فردام شاید یک کار ارزشمند دیگه ای انجام بده، یک نشان دیگه بگیره و هیچ محدودیتی وجود نداره. شخص میتونه ده‌ها نشان مختلف با معانی مختلف داشته باشه. معمولا برای فعالیت‌های خطی فعالیت‌هایی هستن که به ازای هر کاری یک پاداش مشخصی و کوتاه‌مدتی دارند، ما از امتیاز استفاده می‌کنیم. مثلا کامنت گذاشتن در سایت، امتیاز دادن به مقالات، خرید، این موارد فعالیت‌های خطی هستند و شخص می‌تونه به ازای اونها امتیاز بگیره. ولی می‌تونیم در سایتمون فعالیت‌های غیر خطی تعریف کنیم. من اسم فعالیت‌های غیر خطی رو میتونم بذارم مأموریت، یعنی تو سایتمون مأموریت‌هایی تعریف کنیم. اغلب بازی‌ها پشتش فقط امتیاز گرفتن نیست، یک مأموریتی وجود داره. یک شخصی باید وارد قلعه‌ای بشه، یک جعبه‌ای رو پیدا کنه، مثلا از تو اون کلیدی در بیاره و در یک جایی استفاده کنه از اون کلید. این مورد دیگه با امتیاز شاید قابل سنجش نباشه به تنهایی، بلکه یک مأموریت تعریف می‌کنیم. حالا در خیلی از سایت ها چه مأموریت هایی میشه تعریف کرد؟ مثلا میتونیم مأموریت تعریف کنیم که شما نشان حرفه‌ای سایت ما رو بگیرید، نشان مثلا فرد قدرتمند سایت ما رو بگیرید، که این مأموریت شامل چه چیزاییه؟ باید حداقل 30 روز در سایت ما هر روز لاگین کنید، باید حداقل مثلا اینقدر مطلب رو خونده باشید، در یک مسابقه شرکت کرده باشید، در یک کویز امتیاز بالای 80 گرفته باشید، و ترکیب اینها در واقع یک فعالیت غیر خطی رو شکل میده که به ازای شخص میتونه بج یا نشان بگیره. در واقع ما در گیمیفیکیشن یه سری کارهای خیلی ساده و کوچک داریم که هر کسی در اولین ثانیه شاید بتونه انجام بده، مثل کامنت گذاشتن، و یک سری مأموریت هایی داریم که نیاز به زمان و تلاش بیشتری داره که به ازای اینها ما به افراد بج میدیم یا نشان میدیم. پس این دوتا در کنار هم اثر بخشی گیمیفیکیشن ما رو بیشتر میکنه. شخص هم امتیاز داره و هم نشان هایی میتونه دریافت کنه. خیلی ها میپرسن خب آیا امتیاز رو میشه تبدیل به نشان کرد؟ مثلا شخص اگر 10 امتیاز گرفت یک نشان خاصی دریافت کنه، یه بجی دریافت کنه. بسیاری از سایت های حرفه این کار رو انجام نمیدند، یعنی امتیاز ها جدا جمع میشه، برای اهداف خاصی استفاده میشه و نشان ها هم جدا دریافت میشه. پس هر فردی تو پروفایل خودش هم یک سری نشان یا بج داره و هم یک سری امتیاز داره. دوستان اگر سایت هایی مثل کد کنیون یا کلن سایت های انواتور دیده باشید، مثل تنفارست که پوسته وردپرس میفروشن، یا کد کنیون که گفتم پلاگین های وردپرس میفروشن، تو این سایت ها این گیمیفیکیشن با همین جزئیاتی که گفتم اجرا شده. هر فروشنده
میتونه به مرور زمان بجهایی دریافت کنه، مثلا بج با سابقه، کسی که حداقل یک سال تو سایت کدکنیان مثلا فروش داره یک بج دریافت میکنه. اگر در یک سال مثلا تعداد شکایت ها از این فرض زیر 5 تا بود، یه بج مثلا خدمات دهنده برتر دریافت میکنه. الان میتونید دقت کنید که این کار یک مأموریت، فعالیت های غیر خطیه، شخص نمیتونه با یک کلیک با یک کاری بتونه بج خدمات دهنده برتر رو دریافت کنه، باید یک سال بگذره و کاری کنه که مثلا زیر 5 نفر از اون فرد شکایت کنن تو سایت کدکنیان و بگن کارش خوب نیست. اگر این تلاش رو یک سال ادامه داد، مثلا این بج رو دریافت میکنه. و هر فروشنده پلاگین یا پوسته، اگر بهش برید و دقت کنید، مخصوصا پوسته و پلاگین های پرفروش، میبینید گاهی 7-8 تا 10 تا بج مختلف دریافت کردند. و تو سایت کدکنیان یا دیگر سایت های انواتو که بعدا میتونید چک کنید، برای خریدارها همین بج ها وجود داره. زمانی که عضو هستید، میزانی که میخرید و خیلی پارامترهای دیگه، ترکیبی از اینها باعث میشه یک بج هایی دریافت کنید که خودتون افتخار کنید و سعی کنید بج های بیشتری دریافت کنید، چون به دیگران میتونیم این موضوع رو نمایش بدیم. پس کل خلاصه موضوع، کار روی 3 عنصره. در سایت یک سیستم امتیازبندی تعریف کنیم و شاید ده ها یا صد ها فعالیت تعریف کنیم که هر کدوم از این فعالیت ها باعث میشه یک امتیازی به فرد اضافه بشه. قدم بعدی اینه که صفحه امتیازات یا لیدربورد هایی درست کنیم در سایت که افراد با هم مقایسه بشن و شخص تلاش کنه امتیاز بیشتری بگیره تا به مراحل بالاتر لیدربورد صعود کنه. و سومین مورد، نشانها یا مدالهایی هست که شخص توی پروفایلش اضافه میشه و میتونن همه میتونن این نشانها رو ببینن که این شخصی که کامنت داده شامل مثلا دارنده 5 تا بجه و امتیازش انقدر بالاست. پس این ایده رو ما میخواییم در سایتمون الان ببینیم چطور میتونیم اجرا کنیم. و آخرین نکته قبل از این که دیگه دقیقا ببینیم چطور میتونیم اینو در سایتمون اجرا کنیم، اینه که ما در گیمیفیکیشن 2 سطح بازی داریم یا بازی پردازی. یک سطح بهشون میگن ایزی گیم یا بازی های خیلی راحت، یعنی شخص دیگه وارد یک سیستم امتیاز و این چیزا نمیشه، به صورت لحظه‌ای کاری انجام میده و یک پاداشی دریافت میکنه، که این مورد در بازی پردازی خیلی جایگاه ویژه‌ای داره و شما همین امشب میتونید در سایتتون اجرا کنید. مثلا من چیزی که دیدم تو سایت های مختلف جالب بود، وسط یک سایتی که فایلای گرافیکی میفروشه یک تبلیغی اومده که یک کشتیه و یک تیری هدفی حرکت میکنه، میگه شما با این هدف سعی کنید این کشتی رو بزنید منفجر کنید. اگر با 3 تا شلیک کشتی رو منفجر کردید، همین الان یک کوپن تخفیف 10% بگیرید. به این موارد در واقع میگیم ایزی گیم، بازی هایی که خیلی لازم نیست عضو بشه، تلاش کنه، ماها روزها، میتونه لحظه‌ای یک برنده، حس برنده شدن رو لمس کنه و شاید منجر به خرید یا حضور بیشتر در سایت یا چیزایی مثل این باشه. و یک روش بازی های بزرگتر و جدیه، مثل همین مثالی که توضیح دادم، امتیاز میخواد و لیدربورد و موارد دیگه. یک مثال از ایزی گیم بزنیم که اجراش در سایت شاید در حد چند دقیقه باشه. احتمالا با این پلاگین و این تصویری که الان دیدید آشنا هستید. به اینها کلن میگن آپتین ویل یا چانس ویل یا چرخ شانس، و پلاگین هایی هست که به راحتی توی سایت های وردپرسی قابل پیاده سازیه و میتونید فرمول هایی تعریف کنید که شخص مثلا در یک صفحه خاصی، صفحه خرید، صفحه مقالات، حتی وقتی میخواد ببنده با یک چرخ شانسی مواجه میشه که همون اول میگه ایمیلتون رو وارد کنید تا شانستون رو امتحان کنید. 3 بار میتونید اینو بچرخونید و بزرگترین درصد تخفیفی که گرفتید میتونید استفاده کنید. پس شخص خیلی راحت تر از یک محتوایی مثل PDF و ویدیو و روش هایی که قبلا گفتیم حاضر میشه ایمیلش رو وارد کنه. حتی من بهتون قول میدم خیلی از افراد که هیچ قصدی
برای خرید محصولات شما ندارند، صرفاً برای تست کردن شانسشون و اینکه وارد یک بازی شدن که یک المان شانس هست که آیا میتونیم چند بار بچرخونیم و روی 50% تخفیف بیسته، همین انگیزاننده قویه که ایمیلشون رو وارد کنن و وارد این بازی بشن و در نهایت هم کوپن تخفیف میگیرن. حالا فرض ما اینه که اگر از کوپن تخفیفشون هم استفاده نکنن، باز ما موفق شدیم و برنده شدیم چون تونستیم ایمیل افراد رو بگیریم. یکی از دوستان گفتن تست کردم چند ماه پیش و فروش سایت رو خیلی خوب میکنه. مرسی. و حتی اگه فروش رو خوب نکرد، یه مقدار حرفه‌ای کار کنیم، میتونیم ایمیل های خیلی زیادی جمع کنیم و خود این هم کار بسیار ارزشمندیه. و من پلاگینی که توصیه میکنم و خوب هست، چون تو این حوزه شاید 7 8 تا پلاگین هست که 2 3 تاش معروف ترن، بهترین پلاگین اسمش دقیقاً WP Opt-in Wheel هست. WP Opt-in Wheel یکی از بهترین پلاگین هاییه که حتی میتونید درصد شانس رو تعریف کنید. یعنی بگید من یه کوپن تخفیف 90% میذارم ولی شانس ایستادن روی این مورد مثلا 1% باشه. یعنی شخص 100 بار بچرخونه، 1 بار احتمال داره روی 90% تخفیف بیسته. پس درصدها رو هم تعریف میکنید و ایمیل ها جمع آوری میشه. یکی از دوستان پرسیدن به میل لایت هم متصل میشه. من مطمئن نیستم و الان یادم نیست که به میل لایت هم وصل میشه یا نه، ولی حتی اگه نشه در بدترین حالت میتونیم چند روز یک بار یک اکسپورتی بگیریم و ببریم تو میل لایت و یک کمپینی رو اینها اجرا کنیم. خب ببینیم با چه پلاگین هایی میتونیم کل گیمیفیکیشن رو در سایت اون اجرا کنیم که تا حدی رایگانه و شاید یه بخشای ادان هایی هم پولی باشه. من 2 تا پیشنهاد فوق‌العاده براتون دارم که امروز بیشتر تمرکز ما روی این گزینه اول هست. یک پلاگینی هست به اسم گیمی پرس. گیمی پرس یک پلاگین پیاده سازی گیمیفیکیشن در سایت وردپرسی شما هست و میتونم بگم که این پلاگین شاید کامل‌ترین پلاگینی هست که برای این کار وجود داره و به شما هم توصیه میکنم از این استفاده کنید. البته خود پلاگین رایگانه ولی ادانهایی داره که اگه بخواید خیلی حرفه‌ای تر اجرا کنید احتمالا مجبور خواهید شد که مبالغ دلاری بپردازید و فعلا این پلاگین ها فارسی نشده و جایی برای تهیه وجود نداره. ولی همین گیمی پرس بدون ادانهاش رو و فقط با ادانهای رایگانی که داره اگر اجرا کنید میتونید خیلی از ایده هایی که امروز گفتم رو به راحتی اجرا کنید. خب این سایت گیمی پرسه که آدرسش دقیقاً gamypress.com. easiest way to gamify your WordPress website for free. این ایده هایی که گفتم رو همش رو داره، در واقع پوینت داره، سیستم پوینت یا امتیازدهی داره و همینطور بج داره. این سیستم اچیومنت همون بجه، در واقع یک مأموریت تعریف کنیم که اگر شخص مثلا چند تا کار رو با هم انجام داد بتونه یک بجی دریافت کنه که اینا همش قابل طراحیه، بج چطوری باشه، ظاهرش و چیزایی مثل این. و یک سیستم رنکینگ هم داده که خیلی دقیق توضیح ندادم. سیستم رنکینگ در واقع همون سیستم لول بندی یا سطح بندیه که افراد فعلا تو لیدربورد مبتدی ها هستن. اگر به جایگاهی رسیدن مثلا 30 روز عضو سایت بودن یا 60 بار لاگین کردن تو سایت، لولشون میده به یک لول بالاتر یا رنکشون تغییر میکنه که میتونن وارد یک لیدربورد دیگه بشن. پس این ایده هایی که گفتم تقریبا همش رو داره و به راحتی قابل پیاده سازی هست. خب نسخه اصلیش که کاملا رایگانه و چند تا سکرین شات هم با هم ببینید میتونید اینطوری یک مأموریت تعریف کنید و بج بدید. اینجا نوشته comment on 10 pages and visit our documentation to unlock this badge. یعنی 2 تا قدم تعریف میکنیم. شخص که عضو سایت شد لازمه 10 تا کامنت بنویسه، روزی یه دونه، پس نمیتونه همین الان 10 تا کامنت بنویسه. همین که محدودیت میذاریم، قانون بازی اینه که روزی یه دونه، چه اتفاقی میافته؟ 10 تا بازدید به سایت اضافه میشه. هر روز شخص باید وارد سایت بشه، بازدید کنه تا بتونه این کارو، این هدف رو بهش برسه. و پابلش نیو پست 10 تایمز. حالا این برای انتشار پستم هست، شاید تو سایتمون ما نذاریم،
دیگران پست منتشر کنن، پس میتونیم ایده های دیگه ای استفاده کنیم. میتونیم سیستم های پوینت مختلفی تعریف کنیم، سکه و هر چیز دیگه ای با هر آیکونی. حتی میتونیم چند نوع امتیاز تعریف کنیم، مثلا تو سایتمون هم سکه داشته باشیم، هم الماس یا جواهر و هم امتیاز یا اعتبار، میتونه متفاوت باشه. و میتونیم بدج های مختلف بدیم، مثلا کسی اولین لاگینش رو بعد از عضویت انجام داد یه بدج میگیره، اگر کار بیشتری انجام داد، کامنت نوشت و کارهای دیگه، بدج های دیگه ای میگیره. و اینم رنکینگشه که میتونه کم کم به لول های بالایی در اون لیدربورد هدایت بشه با امتیازی که میگیره و روش های دیگه. ولی قسمت بسیار جالب و شیرین ماجرا هنوز مونده و این قسمته که تقریبا با تمام پلاگین های معروف دنیا اینتگریت میشه. و این قسمت حالا اینتگریشن هایی که نوشته رایگانه و یک سری ادون هایی هم داره که پولیه. پس بریم اول رایگان ها رو ببینیم چه امکاناتی در اختیار شما قرار میده و چقدر کارو ساده و لذت بخش میکنه. پس با نصب این پلاگین برای هر یوزر در واقع چند تا پارامتر قابل سنجش هم اضافه میشه، مثل پوینت هاش، بج هاش و چیزایی مثل این. شاید اولین نکته ای که بخوام نشون بدم و براتون جالب باشه، فرض کنید ما با التیمیت ممبر این عضویتمون رو انجام میدیم، میتونه این اکشن ها یا این فعالیت ها رو تشخیص بده. اگر کسی عکس پروفایلش رو عوض کنه یا حتی عکس اضافه کنه، میتونه به ازاش یک امتیاز مشخصی بگیره. اگر توضیحات پروفایلش رو آپدیت کنه یا کاملتر کنه، پروفایل عکسش رو پاک کنه، مثلا میتونیم تعریف کنیم 10 امتیاز کم بشه ازش. و چیزهای دیگه ای که وجود داره به هر حال میتونیم. و اینجوری تو Ultimate Member وقتی این پلاگین رو نصب میکنید و این اینتگریشن، این ادان رایگان Ultimate Member رو نصب میکنید، توی پروفایل افراد اینجا قسمت های اضافه میشه که نشون میده چند تا امتیاز دادن، چه جم یا مثلا جواهر گرفتن، و همینطور بج هایی که گرفتن رو اینجا نمایش میده و رنکینگش هم نشون میده که لول چنده. و نکته بسیار جالب اینه که توی صفحه پروفایل Ultimate Member نه تنها اینا رو اضافه میکنه، بلکه خودش این گزینه هایی که شما تعریف کردید اتوماتیک اضافه میکنه که اگه میخواید امتیاز بگیرید چه کار کنید. مثلا یک محتوای جدید منتشر کنید، ویدیو آپلود کنید، یا هر کاری که دوست داری ما اینجا تعریف میکنیم، افراد انجام میدن تا امتیاز بگیرند. پس این یکی از امکانات جالبش که با Ultimate Member اینتگریت میشه و میتونیم به راحتی ازش استفاده کنیم. با پلاگین های معروفی که شاید باهاش آشنا باشید و به دردتون بخوره، بذارید چند تاشو معرفی کنم. اگه تو کسب و کار آموزش هستید که خیلی خوش به حالتون و خوش به حال خودم که تو این حوزه هستیم، مثلا با پلاگین لرن داش که یک سیستم انتشار درس و کویز گرفتن و این هاست اینتگریت میشه، میتونیم تعریف کنیم شخص چند درس که پیش رفت، حتی درسای رایگان، امتیازهایی بگیره. و مثلا اگر به 200 امتیاز نرسیده نتونه درس بعدی رو آنلاک کنه و ببینه، پس شخص مجبوره درسای قبلی رو ببینه، در یک آزمون کویز شرکت کنه تا بتونه درس بعدی رو ببینه. حتی دوره‌های آنلاین رایگان رو میشه اینطوری برگزار کرد که افراد ترغیب بشن و محتوای رایگان شما رو با دقت ببینن، استفاده کنن. با ووکامرس اینتگریت میشه که حتما استفاده خواهید کرد. ببینیم چه امکاناتی داره. مثلا وقتی، حالا اینو بعضیاش خب به درد همه نمیخوره، ولی خرید، مثلا یک خرید خاصی اگه شخص انجام داد، میتونه به امتیازش اضافه بشه یا بجی بگیره. اگر حالا از یک گروه خاص خرید یا هر محصول جدیدی خرید، یک امتیازی در نظر بگیریم. و خیلی گزینه های دیگه ای که میتونیم، مثلا اگه محصولی رو پس داد و مرجوع کرد، یک امتیازی ازش کم بشه. همین چیزی که یکی از دوستان گفتن، وقتی در مورد یک محصول نظر داد، باز یک امتیاز جداگانه ای بگیره. پس شما کافیه امشب یا یکی دو ساعتی رو با این سایت گیمی پرس و اینتگریشن هاش وقت بگذرونید و تک تک
گزینه‌هایی که نوشته رو بررسی کنید و ببینید چقدر کارهای متفاوت میتونیم انجام بدیم و این سناریو گیمیفیکیشن سایتتون رو از ساده ترین حالت ممکن طراحی کنید و بنویسید و کم کم پیچیده ترش کنید، امکانات بیشتری اضافه کنید. برای گراویتی فرمز هم این امکان هست، یعنی پر کردن هر فرم و ارسالش یک امتیاز حساب بشه، یا حتی بگیم تو این فرم یک فیلد اختیاری یا یک فیلد خاصی رو اگر پر کرد امتیاز خاصی بگیره، و موارد دیگه‌ای که میتونید وقت بذارید و خودتون پیدا کنید. و پلاگین های دیگه معروفی که شاید تو سایتتون همین الان استفاده میکنید، کانتکت فرم یا دبلیو پی پست ریتینگز، یکی از معروفترین پلاگین های امتیاز دادن به مقالاته که اگر از این پلاگین استفاده میکنید، یا برای نظرسنجی هاتون معروفترین پلاگین دبلیو پولزه، اگر از این پلاگین استفاده میکنید میتونیم تعریف کنیم هر کسی که در نظرسنجی شرکت میکنه سکه بگیره، امتیاز بگیره و چیزایی مثل این. خب حالا این قسمت شیرینش بود، ولی یک قسمتی هم داره که هر افزونه یا ادانی که باید اضافه بشه $49 قیمتش، و اونها هم یک نگاهی بندازیم بهش. این قسمته. تو این پلاگین تقریبا تمام چیزهایی که امروز گفتم رو رایگان میتونید پیاده سازی کنید به جز یک مورد، و اون پیاده سازی لیدربورده. لیدربورد یک قسمتیه که پولیه و $49 باید این ادانش خریداری بشه، و اگر لیدربورد رو بخرید دیگه میتونید کل ایده های امروز رو در واقع راحت با یه شورتکت میتونید بگید کجای سایت در کدوم برگه پیاده بشه و حتی لیدربورد هم دیده بشه. یکی از دوستان پرسیدن لایف تایم هست لایسنسش؟ نه، لایسنسش یک ساله هست و خود پلاگین که کاملا رایگانه، ولی این ادانها لایسنساش یک ساله هست و مرتب باید خریداری بشه که بتونید آپدیت کنید. اینا پلاگین های پولیه که اون امکان رستریکت کانتنت هم که گفتم پولیه، $49 که بخشایی از سایت رو فقط کسانی ببینن که مثلا 100 امتیازش رو میخوان خرج کنن، و اگر 100 امتیاز ندارند که خرج کنند اصلا این قسمت رو یه پیام میده شما 100 امتیاز باید کسب کنید بتونید این قسمت سایت رو ببینید. این قسمت لیدربوردز هم بذارید نشونتون بدم که قیمتش $49 و این امکاناتی که گفتم و خیلی بیشترش رو داره که چند گروه لیدربورد تعریف کنید، هر کدوم تو لول و رنگ خودشون بتونن نتایج رو ببینن، و صرفا یک شورت کد میده که میتونید هر جای سایتتون به راحتی نمایش بدید، و یه همچین چیزی زیر سایتتون اضافه میشه که تاپ یوزرز یا برترین ها که هر کدومشون چند تا امتیاز دارن، چند تا مثلا چه جواهرات و چه چیزایی جمع کردن و تو چند تا ماموریت یا مسابقه شرکت کردند، و اینا پشت صحنه و تنظیماتشه که اسم لیدربورد و جزئیات و اینا رو تعریف میکنید، میتونید چند تا لیدربورد داشته باشید. و این گیمیفیکیشن به نظر میده بسیار ارزشمندیه که وقت بذاریم و روش کار کنیم و مطمئن باشید نتایج خیلی خوبی میگیرید. البته کار خیلی ساده نیست که از فردا همه چی حل بشه. لایسنس هم بله مسلمان برای یک دامنه هست، اگر برای چند تا دامنه میخواید قیمتاش بیشتره که همونجا نوشته بود، 5 تا دامنه فکر میکنم $89. پلاگین دوم که حتما اسمش رو شنیدید ولی شاید کاربرد گیمیفیکیشنش رو خیلی آشنا نبودید، پلاگین مایکرد هست. مایکرد که مخفف مثلا مایکردیت هست، کردیت میشه همون امتیاز و اعتبار و این چیزها، یه پلاگین دیگریه که باز خود پلاگین رایگانه و به محض نصب شدن به هر کاربر یک سیستم امتیاز دادن و امتیاز دهی اضافه میکنه که اگر دوست دارید این رو هم میتونیم با هم ببینیم، mycred.me. خب این سایت هست که باز خودش کاملا رایگانه، یک سیستم امتیاز دادن و ساختن سیستم وفاداری مشتریان هست، همینجا هم نوشته که gamify your wordpress website، ولی خیلی از دوستانی که همین پلاگین رو نصب دادن صرفا برای کارهای ساده تری استفاده میکنن که یک مثلا پرداخت اعتباری، و نمیان ازش به خوبی استفاده کنن برای گیمیفیکیشن. باز با اغلب پلاگین های معروف دنیا سازگار هست و در واقع یک ریوارد سیستم باهاش درست کنیم، باز این موارد رو داره، میتونید پوینت تعریف کنید، بج تعریف کنید و رنگ تعریف کنید،
و حالا اسمای اینا شاید متفاوت باشه، مثلا لیدربورد به یک اسم دیگه اینجا توضیح داده شده باشه، و بریم ببینیم با چه پلاگین هایی سازگار هست. More supported plugins، خب Affiliate WP مثلا کسی یک سیستم همکاری در فروشه که در جلسات بعد توضیح خواهم داد، با ووکامرس، Gravity Forms، Contact Form، WP Polls برای نظرسنجی ها. بج او اس هم یک پلاگین خوبیه که همون در مورد ساختن بج و این چیزاست که میتونید ببینید. الان ووکامرس رو بیایید با هم بررسی کنیم. خب الان صفحه ووکامرس رو اگه میبینید اینجا احتمالا توضیح داده که چه کارهایی انجام میده و چطور میتونیم ازش استفاده کنیم. البته این خود ووکامرس باز شد با این پلاگین ها در واقع سازگاره و ادان ها اینجاست. ببخشید، ادان های گیمیفیکیشن، دقیقا بریم تو ادان های گیمیفیکیشن. حتی یک بازی هایی داره مثل پکمن، یعنی رو سایت وردپرسیتون میتونید این بازی رو اضافه کنید $29 و به ازای بازی کردن امتیازی بدید، کاری بکنید. و این هم پلاگین ووکامرس پلاسه که اینا باز پولیه. همون چیزی هم که گفتم باز میتونه با همین مایکرد پیاده سازی بشه که یک اعتباری اگر رو هر کدوم از اینا ایستاد مثلا اینقدر امتیاز به شخص اضافه بشه که بعدم برای خرید یا چیزهای دیگه استفاده کنه. البته پلاگین های دیگری هم وجود داره، دوستان الان نوشتن بله میدونم، ولی این دوتا پلاگین پلاگین های معروف و قوی هست. و یه پلاگین سوما SUMO هم وجود داره که یکی از دوستان هم نوشت بله و اونم خیلی معروفه، ولی من باز توصیه‌ام گیمی پرس هست و بعدن احتمالا در یک دوره‌ای به زودی خیلی مفصل‌تر به این مباحث خواهیم پرداخت. خب برگردیم به پاورپوینت و همین بود. خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه شدید و مبحث گیمیفیکیشن در حد یک آشنایی فقط توضیح داده شد. من توصیه میکنم خودتون پیگیری کنید. برای بازاریابی آفلاین هم دوستان پرسیدن میشه استفاده کرد؟ حتما میشه، ولی خب جاش تو این دوره نیست. ما در مورد دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنیم، حالا بعدن شاید جواب بدم این سوال رو. پس امروز خیلی کوتاه دیدیم که سعی کنیم فرایندهای جدی رو تبدیل به یک بازی بکنیم. تعریف بازی این بود یه چالش باشه، هدف داشته باشه و قوانین. و من دوست دارم یک چند روزی فکر کنید رو این موضوع و اگر فرصت و امکانش رو داشتید حداقل همین گیمی پرس رو نسخه رایگان بدون ادانها نصب کنید و یکم تست کنید. امیدوارم از این روش هم بتونید برای اکتیویشن بیشتر سایتتون استفاده کنید. فقط امروز استثنا دیگه پرسش و پاسخ نخواهیم داشت. امیدوارم در یه فرصت دیگه ای داشته باشیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خداحافظی میکنم.